اخباری از تحولات قیام مردم سوریه. به گزارش تلویزیون الجزیره، رزمندگان ارتش آزادی سوریه در یک عملیات ویژه مقر اصلی نظامیان اسد را در شهر هرستا در حومه دمشق منهدم کردند. در این عملیات حداقل 31 تن از نظامیان اسد کشته شدند که در میان کشته شدگان یک سرلشکر و 3 سرتیپ ارتش اسد دیده می شوند. این مرکز یکی از مهمترین مراکز نظامی ارتش اسد در دمشق و حومه آن به شمار می رفت و مرکز استقرار گارد جمهوری و شبه نظامیان شبیهه و مرکزی برای استراق سم و پخش پارازیت بر روی ارتباطات مردم سوریه بوده است. رزمندگان ارتش آزادی سوریه یک هلیکوپتر رژیم اسد را در نزدیکی فرودگاه نظامی الطبقه در استان الرقه که در حال بمباران مناطق شهری بود سرنگون کردند. نظامیان اسد تلاش کردند با شلیک توپخانه و ایجاد آتش پوششی این هلیکوپتر را نجات دهند، اما موفق نشدند. افراد ارتش آزادی سوریه اجساد 6 سرنشین هلیکوپتر را که در میان آنها یک سرهنگ نیز وجود داشت در محل سقوط مشاهده کردند. عبدالقادر صالح، فرمانده لشکر توحید، از لشکرهای وابسته به ارتش آزادی سوریه در بیمارستانی در ترکیه به شهادت رسید. وی هفته گذشته در جریان درگیری‌های اطراف حلب به شدت مجروح شده بود. عبدالقادر صالح یکی از فعالان سیاسی در شروع انقلاب مسالمت آمیز مردم سوریه بود که با شدت یافتن جنایات افسد در حق شهروندان و تظاهر کنندگان مانند بسیاری از جوانان سوری برای دفاع از مردم سلاح به دست گرفت و به زودی به یکی از فرماندهان برجسته ارتش آزادی سوریه تبدیل شد. وی به دلیل مناسبات انسانی و فروتنی، صداقت، شجاعت و عشق به آزادی در قلب مردم سوریه و به طور خاص مردم حلب جای داشت و در همه صحنه‌های نبرد حضور مستقیم داشت. یگانهای ارتش آزادی سوریه در استان لازقیه شهرک‌های خربت الباز و حریشه را به تصرف خود درآوردند. در این نبردها شماری از نظامیان اسد و پاسداران رژیم ایران به هلاکت رسیدند. از سوی دیگر رزمندگان ارتش آزادی سوریه با شلیک موشک‌های دستساز به چندین مقر نظامیان اسد در داخل فرودگاه بین‌المللی حلب هجوم کردند. همچنین هیئت عمومی انقلاب سوریه اعلام کرد که ارتش آزادی سوریه موفق شده است 140 نفر از نظامیان اسد را در منطقه نقارین و اطراف ساختمان‌های منطقه مواصلات به اسارت خود درآورد. یکی از سرکردگان حزب شیطان لبنان به نام علی شبیب به دست رزمندگان ارتش آزادی سوریه به هلاکت رسید. وی با نام مستعار ابو تراب از یک سال پیش در داخل خاک سوریه مشغول جنایت علیه مردم سوریه بود. علی شبیب همچنین یکی از پایه‌گذاران حزب شیطان در عراق بود. به دنبال ضرب الاجل دیکتاتور سوریه برای تخلیه شهر قاره در حومه دمشق و بمباران وحشیانه این شهر، هزاران پناهجوی سوری طی 48 ساعت گذشته بعد از تخلیه این شهر در منطقه مرزی میان سوریه و لبنان تجمع کردند. نقل و انتقال این افراد از سوریه به اولین شهر لبنان با پیمودن راه‌های کوهستانی و ناهموار چندین ساعت به طول خواهد انجامید. این افراد می‌گویند که منازلشان منهدم شده و تمامی مایملک خود را ترک کردند تا بتوانند زنده بمانند. و اما آخرین خبر این ساعت. فرانسوا اولان، رئیس جمهور فرانسه، و محمود عباس، رئیس دولت فلسطین، در رام الله دیدار و گفتگو کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد رئیس جمهور فرانسه بعد از ملاقات با همتای فلسطینی خود در رام الله، طی سخنانی به طور سریع از اسرائیل خواست تا شهرک‌سازی در سرزمین‌های اشغالی را به طور کامل متوقف کند. اولان تاکید کرد فرانسه برای رسیدن به یک قرارداد نهایی صلح خواهان توقف کامل و نهایی شهرک‌سازی توسط اسرائیل است
و استمرار شهرکسازی دستیابی به راه حل دو کشوری را تهدید می کند. محمود عباس سفر فرانسوا اولاند به رام الله را سفری تاریخی خواند، از نقش فرانسه در کمک به آرمان فلسطین و رأی مثبت این کشور برای عضویت کشور فلسطین در سازمان ملل تقدیر کرد.